اخباری از تحولات قیام مردم سوریه. امروز شهر دمشق از سوی نظامیان اسد زیر گلوله باران‌های کور و سنگین قرار داشت. هیئت عمومی انقلاب سوریه اعلام کرد گلوله‌های خمپاره به مناطق مختلف دمشق اصابت کرد و تعداد زیادی از شهروندان کشته و زخمی شدند. همچنین هواپیماهای جنگی اسد شهرک تسیل در نزدیکی درعا را بمباران کردند که در نتیجه آن تعدادی از غیر نظامیان از جمله یک خانواده به طور کامل کشته شدند. منابع اپوزیسیون گفتند بر اثر انهدام دفتر مرکزی اطلاعات رژیم سوریه در اثر یک انفجار در شهر السویدا در جنوب دمشق، رئیس بخش اطلاعات هوایی اسد و معاون او و 7 نفر دیگر به هلاکت رسیدند. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان ناظر حقوق بشر سوریه در لندن به خبرگزاری فرانسه گفت رئیس شعبه اطلاعات و 7 مقام دیگر اطلاعاتی اسد در این انفجار کشته شدند. دکتر لوئی صافی سخنگوی ائتلاف ملی سوریه در گفتگویی با الجزیره در مورد اظهارات احمد الجربا در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب گفت سخنان احمد الجربا بیانگر وجدان مردم سوریه است، مردمی که 3 سال است درد و رنج زیادی را متحمل شدند و این خواسته ها خواسته های مشروعی است. ما می‌خواهیم موضعی قوی و با ثبات داشته باشیم و وضعیت کنونی سوریه را در اجلاس ژنو به سمت دستیابی به یک دولت دموکراتیک و کثرت‌گرا که به حقوق بشر احترام می‌گذارد تغییر دهیم و یک انتخابات سالم و عادلانه را در سوریه برگزار کنیم. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت جلوگیری رژیم سوریه از رسیدن کمک‌های انسان دوستانه به مردم اقدامی شنیع است. پاور افزود اسد در تبعیت از درخواست شورای امنیت برای دادن ویزا و مجوز به سازمان‌های انسان دوستانه شکست خورده است. این رژیم پزشکانی را که در بیمارستان‌های صحرایی در هومس کار می‌کردند به خاطر کمک‌های درمانی به اپوزیسیون تحت تعقیب قرار داده است. از میان 5000 پزشکی که قبل از جنگ در شهر حلب کار می‌کردند، تنها 36 پزشک باقی ماندند. سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنین تاکید کرد نسبت به اطلاعاتی که حکومت سوریه درباره ابعاد سلاح‌های شیمیایی خود ارائه کرده است، اطمینان ندارد و می‌گوید باید اقدامات بیشتری صورت گیرد تا نسبت به صحت این اطلاعات اطمینان حاصل کرد. خبرگزاری رویتر به نقل از یک مقام آمریکایی گفت آمریکا به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهد رژیم سوریه می‌خواهد برخی از تسلیحات شیمیاییش را به جای تحویل برای انهدام حفظ کند. اغلب این گزارش‌ها از طریق ماهواره و مکالمات تلفنی میان نظامیان وابسته به ارتش اسد به دست آمده است. با 2 خبر از سایر نقاط جهان اخبار این ساعت را به پایان می‌بریم. تلویزیون الجزیره گزارش داد آزمایشات تحقیقات صورت گرفته توسط کارشناسان سوئیس بر روی پیکر یاسر عرفات، رهبر فقید انقلاب و مردم فلسطین نشان می‌دهد که عرفات با سطح بالایی از ماده پلوتونیوم 210 که 18 برابر سطح طبیعی آن می‌باشد، مسموم شده است. متخصصین می‌گویند که نتایج این آزمایشات فرضیه مسموم شدن عرفات را مورد تایید قرار می‌دهد. سوها عرفات، همسر یاسر عرفات، روز چهارشنبه بعد از دریافت نتایج آزمایشگاه پزشکی قانونی سوئیس در مورد پیکر همسرش گفت یاسر عرفات با خوراندن سم پلوتونیوم شهید شده است. وی در پاریس به خبرگزاری رویتر گفت ما یک جنایت واقعی و یک قتل سیاسی را افشا می‌کنیم. این سند تمامی تردیدهایی را که داشتیم اثبات می‌کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در دیدار با محمود عباس رئیس دولت فلسطین بار دیگر بر لزوم توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل تاکید کرد. جان کری در نشست خبری پس از پایان این مذاکرات گفت ما همواره شهرک‌سازی‌ها را غیرقانونی دانسته و می‌دانیم. باید کاملاً واضح و شفاف بگویم که فلسطینی‌ها هیچگاه و به هیچ وجه به مذاکراتی که در آن
از شهرک سازی ها حمایت شود باز نخواهند گشت. جان کری پیش از ملاقات با محمود عباس با نخست وزیر اسرائیل نیز دیدار کرده بود. کری در جریان دیدار از فلسطین کمک مالی جدید آمریکا به مردم فلسطین به مبلغ 75 میلیون دلار را اعلام کرد.